خب ساعت 17:45 دقیقه، شما کماکان بیننده برنامه زنده بورس پلاس هستید و ما تشکر میکنیم از شما که در این روز گرم مرداد ماهی دارید ما رو تماشا میکنید و ممنون از این که ما رو به دوستان خودتون معرفی میکنید و شرکت میکنید در تعامل بیشتری که در برنامه هامون داریم. جناب آقای دکتر علی سعدوندی از کارشناسان خوب اقتصادی کشورمون با ما هستن. آقای سعدوندی سلام، عصر شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. خواهش میکنم آقای دکتر، چه چشم‌اندازی رو میتونیم ترسیم کنیم پیش رو اقتصاد کشورمون تا پایان سال، حالا به لحاظ نقدینگی، به لحاظ تورم و هر آنچه که شما میفرمایید و ما گوش میدیم؟ بله، خواهش میکنم. خب ببینیم، دیشب آرماه پای به پایان بسیدیم، وارد ماه پنجم شدیم. وضعیت باثبات از بی‌ثباتی بوده متاسفانه، یعنی از ماه آبان سال گذشته متاسفانه نرخ تورم بالای 45% بوده، مطلقاً کاهش پیدا نکرده. دولت مستقر مطلقاً برنامه برای کاهش تورم نداره. بودجه، پیشنهاد بودجه تورمی بود. این پیشنهاد تورمی بودجه توسط مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید. الان ایجاد تورم در کشور فریضه قانونی دولت است. اگر کوتاهی بکنه دولت، بانک مرکزی کوتاهی بکنند و از تخطی بکنند از قانون بودجه، مستوجب مجازات خواهند بود. و کاملا افتادیم روی ریل، یک ریلی که عاقبتش مشخص نیست متاسفانه، یعنی ریلی که متاسفانه نرخ رشد نقدینگی رو از سالهای پیش هم بیشتر افزایش خواهد داد. و همینطور نرخ تورم هم که ملاحظه می‌فرمایید حدود 8 ماه هست که بیش از 8 ماه، 9 ماه هست که نرخ تورم ما بالای 45% که شاید این شرایط در تاریخ ایران در تاریخ 70 سال گذشته بی سابقه است. درسته. آقای دکتر، تا پایان سال به نظر شما چه دست‌اندازهایی شاید اینجوری بگیم بهتر باشه پیش روی اقتصاد ماست و میتونه حالا این به قول شما تورم 45% رو محقق کنه؟ بله، ببینید، اینکه تورم 45% محقق نشه محل سوال هست. عرض کردم اینکه به قانون تبدیل شده، همه در واقع به نظر میرسه که بانک مرکزی، دولت و کلان حاکمیت پذیرفتن که تورم حالا شاید پدیده چندان منحوسی هم نیست، پدیده خبیثی هم نیست، یعنی پذیرفتن هیچ مقابله با تورم صورت نمیگیره. اما اگر بخواد مقابله با تورم صورت بگیره، مشکلات خیلی زیاده. مشکل اول همین قانون هست. قانون بودجه باید اصلاح بشه، اصلاحات هم باید بسیار سنگین اعمال بشه. بخش عمده درآمدهای دولت هم در 5 ماه اول سال توسط دولت مستقر خرد شده، یعنی دولت جدید که سر کار میاد اولین مشکلش اینه که درآمد نخواهد داشت. دقیق میفهمید باید دنبال منابع درآمدی جدید باشه. این منابع درآمدی جدید هم خب مسئله اوراق رو که سعی شد در دولت و حاکمیت و حتی در بین مردم بی اعتبار بشه، در میان فعالان بازار سرمایه هم که بی اعتبار شد. تنها راهی که میمونه احتمالاً یا افزایش مالیات هاست که با توجه به وضعیت نچندان مناسب اقتصادی، افزایش مالیات ها به نفع اقتصاد نخواهد بود و میگه به افزایش نارضایتی ها خواهد شد. تنها راهی که به نظر میرسه در پیش دارن این هست که افزایش پایه‌پولی ادامه پیدا کنه، رشد پایه‌پولی تا انتهای سال ادامه پیدا کنه. راهکار دیگر این هست که رکود رو بپذیریم، سیاست انقباضی رو بپذیریم. سیاست انقباضی هم از سال 92 تا سال 97 تست شد، آزمایش شد. ما به عنوان بزرگترین آزمایشگاه نظریات ورشکسته اقتصادی به مدت 5 سال این سیاست‌های منحوس رو ادامه دادیم و بار دیگر نشان دادیم که پیش‌بینی‌های علم اقتصاد، تجربه بشری قابل احترام. ما بار دیگر سعی کردیم چرخ رو مجدداً اختراع کنیم، تلاشمون رو کردیم، شکست خوردیم مثل اکثر موارد. و الان اگر بخوایم برگردیم به همون سیاست‌ها که احتمالش هم میره، به همون نتایج گذشته هم خواهیم رسید. درسته. آقای دکتر، دو تا نکته. یکی اینکه این تورمی که شما داری صحبت از اون به میون میاری چه تأثیری میتونه رو بازار سرمایه بذاره؟ اینو حالا بگی تا یه سوال دیگه هم داره. برای بازار سرمایه بسیار مثبت خواهد بود. یعنی الان شما ملاحظه بفرمایید که اگر مثلا بعد از ریزش بزرگ فکر در سال 99 اتفاق افتاد، اگر بعد از اون ریزش بزرگ سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته می‌شد، پیشبینی این بود که حتی اگر سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته نمی‌شد، پیشبینی این بود که نرخ ریزش سرمایه در واقع کف شاخص تا 700,000 هم کاهش پیدا بکنه، یعنی به سطح تعادلی مثلا ماه تیر و مرداد برگرده و حتی آندرشوت داشته باشه، یعنی بیا زیر 700,000 تومان قرار بگیره.
منتها واقعیت این هست که از ماه آبان تا الان رشد نقدینگی وحشتناک بوده، بسیار بالا بود. اگر حتی همون 700 هزار هم ما بپذیریم با نرخ رشد نقدینگی حدود 40 درصد نسبت تورم 45 تا 50 درصد، سوداوری شرکت ها باور بنده به طور متوسط 270 درصد حتی 80 درصد تا 90 درصد افزایش پیدا میکنه و همین سوداوری رو شما اگر ضرب و تقسیم انجام بدید به این نتیجه میرسید که حتی در بدبینانه ترین حالات الان شاخص در وضعیت در واقع تحت خودش قرار گرفته. یعنی من اگر شما دیده باشید اعلام کردن که به نظر من ریزش تمام شده، هرچند که در واقع ایندیکیشن هایی وجود داره، مثلا شما اگر که گراف مثلا نسبت شاخص رو به یک سری از عوامل در نظر بگیرید، مثلا نسبت نقدینگی در نظر بگیرید یا مثلا نسبت دیده ای رو در بلند مدت مورد توجه قرار بدید، می‌بینید که هنوز ممکنه که بعضی از داده‌ها داشته باشن که هنوز جای سقوط شاخص هست. اما من برداشتم این است که شرکت‌های بزرگ ما، شرکت‌های متوسط ما الان دیگه از نظر والویشن گران نیستن. من جز معدود فعالان بازار سرمایه بودم. من قبل از اینکه اقتصاددان باشم فعال بازار سرمایه بودم. از سال 1370 تا الان در بازار سرمایه حضور جدی داشتم و سال گذشته معتقد بودم در ماه تیر و مرداد معتقد بودم بازار بسیار گران است، به حدی که من فیلترهایی که انجام میدادم روی بازار تقریبا به صفر رسید. یعنی دو سه تا مثلا شرکت هم که از این فیلترها به در میومدن، این دو سه تا شرکت هم بعدا در نهایت دیدیم که اعداد با این نیاز به بررسی داره. یعنی ما واقعا شرکتی که بتونیم درش در بازار سرمایه گذاری کنیم و ادعا کنیم که ارزان بوده اصلا یافت نمیشد. الان به نظر من بسیاری از شرکت های بزرگ و متوسط ما، صنایع بزرگ ما مثل فولاد و پتروشیمی و سیمان و اینها وضعیت مناسبی دارن از نظر قیمتی. بنده نمیتونم ادعا کنم که صنایع ارزون هستن، در میان صنایع شما شرکت هایی رو پیدا میکنید که ارزان هستن، اما باید این رو هم عرض کنم که 500 شرکت کوچک در فرابورس بورس داریم که این 500 شرکت هنوز هم گران هستن، هنوز هم پی‌بی‌ای بالای 15 دارن. امیدوارم روزی برسه که ما سیاست های ضد تورمی در پیش بگیریم. در کوتاه مدت به ضرر بازار سرمایه خواهد بود، در بلند مدت پیبی بازار افزایش پیدا میکنه و همه ضررها جبران خواهد شد. امیدوارم یک روزی اون سمت حرکت کنیم، ولی شرایط فعلی در کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه هست، در بلند مدت باید بررسی بشه، احتمالا به نفع بازار نخواهد. آقای دکتر، با توجه به توصیفاتی که شما دارید، ما باید بازار رو تورمی ببینیم، منظورم بازار سرمایه است، یعنی که به پیبرعی شرکت رو توجه کنیم، کدوم یک رو باید ملاک سرمایه گذاری خودمون قرار بدیم در بورس؟ ببینید، اصلا ما به جز پیبرعی که اصلا اون شاخص اصلی است که همیشه در همه بازارهای دارایی، فقط هم در بازار سهام نیست، در همه بازارهای دارایی مد نظر قرار میگیره. البته من خودم سعی کردم شاخصهای جدیدتری رو به بازار معرفی کنم در یک دوره تحلیل فاندامنتال پیشرفته که بنده برگزار کردم حدود 70 ساعت. اینجا شاخص پیگرفگی رو بنده ترجیح میدم در شاخص پیگرگی، ولی شاخص پیگ رو هم اگر شما در نظر بگیرید و پیگی رو هم در نظر بگیرید، الان تعداد زیادی شرکت بسیار مناسب برای سرمایه گذاری پیدا میکنید. من برداشتم این هست که حداقل یه چیزی حدود 70 تا 100 شرکت در بازار بورس در حال حاضر شایسته سرمایه گذاری هستند. جالب اینجاست که این 70 تا 100 شرکت شاخص ها شرکت های بزرگ ما در این 70 تا 100 تا قرار میده. پس بنابراین برداشت من اینه که شاخص در واقع شاخص کل احتمالاً پتانسیل افزایش قیمت داشته باشه، ولی بقیه شاخص ها نیازمند بررسی بیشتر است. درسته آقای دکتر، این 70 تا 100 تا شرکت که اشاره فرمودین عمدتاً مربوط به چه صنایعی است و حالا به شاخص هم اشاره کردین تا پایان سال شاخص رو چه عددی می‌بینین؟ ببینید، شاخص رو نمی‌شه پیش بینی کرد، چون بازار وقتی که در واقع در اعتماد از بازار سلب میشه مدت‌ها بعد وقت طول می‌کشه تا اعتماد بازار برگرده. نه فقط اعتماد از بازار سلب شده، بلکه از فعالان بازار متأسفانه باید زیاد اعتماد سلب شده و مردم عادی که اتفاقاً خیلی کمکدار بازار هستن الان با احتیاط جلو میرن. ولی ما میتونیم اینطور مطرح کنیم که شاخص تعادلی در چه سطحی خواهد بود. حالا خیلی راحت ممکنه شاخص تا 3-4 سال به سطح تعادلی خودش نرسه. در بسیار بلند مدت شاخص به سطح تعادلی نوسان میکنه. یعنی معمولا اینجوری از 3-4 سال شاخص زیر سطح تعادلی، مثلا 2 سال بالای سطح تعادلی، دوباره 3-4 سال میاد زیر سطح تعادلی. برداشت من این است که همین امروز که خدمت شما نشستیم،
کف شاخص، کف تعادلی شاخص چیز حدود 1,200,000 تا 1,300,000 باش، و سقف همین امروز سقف تعادلی شاخص چیز حدود 1,500,000 هست. و اگر روند تورمی به همین صورت ادامه پیدا کنه، شاید اینجوری عرض کنم خدمتتون، در فاصله یک سال، یعنی تا انتهای بهار سال 1401، من برداشتم این است که شاخص میتونه در واقع اون ضرری که قبلا بازار بورس متحمل شده بود از نظر تعادلی جبران کنه. یعنی ما میتونیم مثلا به شاخص تعادلی 2,000,000 برسیم، البته در فاصله 7 ماه یا 8 ماه، نه در فاصله یک سال مد نظر بنده. درسته. و اون 70 تا 100 تا شرکت که فرمودید ارزنده است، عمدتا مربوط به چه صنایعی هستن؟ البته چند تا صنعت رو خدمت ما عرض کردم. بله. صنعت فولاد هست، صنعت سیمان هست. البته من صنایعی که قیمت گذاری درش شده باشه سعی میکنم وارد نشم. بالاخره پیست سرمایه گذاری بنده این هست و تجربه سرمایه گذاری بنده این هست که تا وقتی که دولت در صنعتی دخالت میکنه سودشون هم مال خودشون، یعنی من وارد نمیشم، ریسکشون به نظرم خیلی بالا میبینم. ولی صنعت سیمان مثلا الان بسیار ارزنده است با قیمت‌های فعلی، منتها می‌بینید که جدال ادامه داره و واقعا توصیه بنده و حتی تقاضای بنده است فعالان بازار این هست که متحد بشید جلوی این وضعیت منحوس قیمت‌گذاری رو یک بار برای همیشه بگیرید و هم اقتصاد کشور رو نجات بدیم و هم بازار سرمایه رو نجات بدیم. درسته. من علاوه بر این دیگری هستن که وضعیت خوبی دارن، مثلا صنعت تایر وضعیت خیلی مناسبی داره، صنایع غذایی بعضی از شرکت‌ها وضعیت مناسبی دارن. مثلا سرمایه گذاری هم بسیاری از شرکت ها الان پی و ان ای شون خیلی پایینه، ولی معمولا صنعت سرمایه گذاری در انتهای فاز رونق به رونق برمیگرده. علی ای حال من برداشتم این است که انقدر قیمت بعضی از شرکت های سرمایه گذاری از پی و ان ای شون فاصله پیدا کرده که در طی 6-7 ماه آینده شاید بشه یک سود مثلا 30-40% از این صنعت. درسته. آقای دکتر، برگردیم به کلان اقتصادمون. خب با توجه به چشم‌انداز تورمی که شما فرمودید ترسیم شده جلوی روی اقتصادمون، مردم عادی باید چیکار کنن؟ پولشون رو تو بانک نگه دارن، برن ملک بخرن، طلا بخرن، ارز بخرن، تو بورس بیان؟ چه توصیه‌ای برای اونها دارید که حداقل همگام با تورم پیش برن، ارزش دارایی‌هاشون کم نشه؟ ببینید، این دفعه پولشون تو بانک بذارن، سهام بانک بخرن. مخالفت خیلی جدی داشتم، هنوزم دارم. ETF ها واقعا، ایجاد ETF برای تمرکز مدیریت از سوی دولت به خط بزرگی خطای بزرگ بوده، ولی الان شرکتی دارید دارای فون که سرمایه گذاری در بانک ها کرده که به انرژی خیلی مناسب هست. صنعت زیرین صنعت بانکداری هست، صنعت بانکداری در شرایط تورمی خیلی خوب عمل میکنه. بنابراین اگر شرایط تورمی ادامه پیدا کنه، به جای سرمایه گذاری در بانک و فیکس اینکام بیشتر باید در بازار سهام وجود پیدا کنن دوستان. و با توجه به اینکه بازار ملک بسیار گران است، الان شما شاخص های مثلا در واقع شاخص های نسبت قیمت به اجاره را اگر در نظر بگیرید، در بازار مسکن یه چیز حدود 30 تا 40 است. خب همین نسبت ها رو البته در بازار سهام هم ما تعداد زیاد سهام گران داریم. بله. ولی عرض کردم خدمتتون، یعنی سبد 100 تا سهام هست که شما در بازار سرمایه میتونید وضعیت به مراتب بهتری داشته باشید. فعلا بازار سهام، فعلا بازار سهام، ببینید که دولت جدید چه سیاستی رو در پیش میگیره. باز عرض میکنم اگر برن به سمت سیاست های ریاضتی انقباضی، وضعیت کاملا دگرگون خواهد شد و اون وقت ما اصلا میتونیم ببینیم که هیچ بازار دارایی محل سرمایه گذاری نخواهد بود در حساب متاسفانه به رخ. درسته. آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی به دارایی کم اشاره کردین، یکی از دو ETFی که دولت سال گذشته عرضه کرد تجربه کردیم، پالایش یکمی هم مثلا ما الان تو پیامکمون داریم، خیلی راضی نیستن. دارایی کم حداقل تو همون قیمت خریداری شده ضرری نکردن، ولی پالایشی ها ضرر کردن. شما توصیه‌تون چیه؟ نگه دارن، بفروشن، چیکار باید کنن این کسایی که دارایی کم و پالایشی کم رو دارن؟ چرت و پرت. ببینید، تقدیری همین هاست که شما الان دارایی کم رو ببینید، همین الان دارایی کم پتانسیل رشد خیلی خوبی داره، ولی پالایشی نه فقط پتانسیل رشد نداره، بلکه همین الان هم به باور بنده گرون هست. پالایش زیادی هم شکلش صورت گرفت که وضعیت سهام های پالایشی تقویت بشه، ولی به باور بنده اگر تا وقتی که بازار آزاد نشه، کاملا آزاد نشه، من خودم امیدی ندارم و شرکت نمی کنم.
در این بازار. درسته. خب خیلی ممنون آقای دکتر علی سعدوندی عزیز که در گفتگو ما شرکت کردیم. امیدواریم که این چشم اندازی که ما در برابر اقتصادمون داریم میبینیم یه مقدار مهربان تر باشه با اقتصادمون، با دارایی هامون. خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم از شما در برنامه بسیار خوبتون که واقعا نور میافکنید بر تاریکی ها در بازار سرمایه. امیدوارم که همین مسیر ادامه پیدا بکنه. ممنون از لطف شما. ممنونم، آخر هفته خوبی داشته باشید. باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارش.